مسئولان امنیتی در هرات خبر از بازداشت 3 تن به اتهام ترور رئیس سارنوالی هرات می‌دهند. عبدالمجید روزی فرمانده پلیس این ولایت می‌گوید افراد بازداشت شده اعتراف کردند که در قتل سمیع الدین رحیم نقش داشتند. او می‌گوید در عقب این ترور داستان دیگری است که به زودی افشا خواهد شد. همکارم غلام رسول عظیمی گزارشی دارد که با هم می‌بینیم. پیکر بی جان سمیع الدین رحیم رئیس سارنواری استیناف هرات بر شانه های دوستدارانش. آقای رحیم بعد از ظهر روز پنج شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد. در این رخداد تروریستی پسر آقای رحیم نیز زخم برداشته است. روز جمعه هزاران تن از باشندگان ولایت هرات در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری آقای رحیم شرکت کردند. همه از خوبی های او میگویند و از کارکرد صادقانه اش در پست های مختلف دولتی و غیر دولتی. او اخیراً با این علاقمندی که داشت و با نیازمندی که در جامعه افغانستان احساس می شد کتاب را تحت عنوان محاکمه عادلانه در قوانین ملی و بین المللی تالیف و تدوین کرد. چرا رهبری دولت با فکر حفظ جان حتی کارمندان خودم نمیشه؟ چرا هنوز هم در رهبری های نهادهای امنیتی و نظامی ما تصمیم گیری نمیشه؟ چرا این نهادها را به تمسخر گرفتند؟ چرا میخوان ضعیف بسازند؟ ما با بدترین شبکه تروریستی و مافیایی منطقه مواجه هستیم. مسئولان امنیتی هرات اما میگویند ساعت 8 شب گذشته 2 تن را به اتهام ترور رئیس سارنواری این ولایت دستگیر کرده اند. به گفته فرمانده پلیس هرات 1 تن دیگر از همدستان این تروریستان ساعت 10 قبل از ظهر روز جمعه دستگیر شده است. آنگونه که مسئولان امنیتی میگویند متهمین دستگیر شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده اند. ساعت 8 شب 2 نفر قاتلین به دست نیروهای امنیتی افتید. البته این عملیات هم برابری قماندانی زون 66 انصار ما تشکر میکنم از قماندان صاحب زون که برای ما واقعا همکاری کرد. شروع شد 8 بجه شب 2 نفر قاتل و امروز 9 بجه صبح 1 دیگه تذکر شد و ساعت 10 امروز در معذر آیاتی که از مقام محترم ولایت تعیین شد که در او سارنوال صاحب هم تشریف داشت، سارنوال نظامی ما بود، ریاست محترم امنیت ملی بود و از مقام ولایت بود، 2 نفر از قاتلین به جرم خود اعتراف کردند. پس از وقوع این رخداد رئیس جمهور هیئت را متشکل از ارگانهای مختلف جهت حقیقت یابی ترور سمیع الدین رحیم به هرات فرستاد. 1 تن از اعضای این هیئت میگوید این قضیه را به صورت جدی پیگیری می کنند. امیدوار هستیم بعد از تدفین ما بتانیم این پرونده را بررسی تکمیلی بکنیم و با یک دست پار به شما مردم و اطمینان بتیم و این را به مجازات بکشانیم و به سارنوالی مربوط بسپاریم و از خداوند باز هم به جناب سارنوال صاحب رئیس رهین مغفرت می خواهیم. گفته می شود از نزد افراد بازداشت شده 1 میل تفنگچه آمریکایی، 2 بوجی مواد انفجاری و مقدار مهمات نیز به دست آمده است. رئیس سارنواری استیناف هرات ساعت 1 بعد از ظهر روز پنج شنبه پس از ختم رسمیات دولتی به خانه اش آمده بود و همه گاردهای امنیتی اش را رخصت کرده بود. گفته می شود که وی پس از گذشت 5 ساعت دوباره از خانه بیرون رفته بود که هنگام برگشت ترور گردید.